به نام خدا و سلام. امروز جمعه اول اسفند ماه، همراه ما باشید با گزیده مهمترین اخبار اتاق بازرگانی اصفهان در هفته‌ای که گذشت. 1. 49 جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. بررسی بودجه 1400 اتاق اصفهان، همچنین بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی از مصوبات این جلسه بود. 2. اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در راستای همکاری‌های علمی، پژوهشی، کاربردی و کارآفرینی و ارتقاء تعامل دانشگاه و صنعت تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند. این تفاهم‌نامه به امضای مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، و سید مهدی افتحی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان رسید. 3. به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان به همراه تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان و مدیران اتاق بازرگانی با حضور در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زحمات ارزنده مدیران و کارکنان این اداره در جهت بهبود شاخصهای محیط کسب و کار استان تجلیل و قدردانی کردند. 4. با حضور رئیس اتاق بازرگانی و رؤسای دانشگاه‌های استان اصفهان، آیین افتتاحیه رویداد صنعتیار به منظور توانمندسازی مجریان طرح همکاری مؤثر صنعت و دانشگاه برگزار شد. 5. افتتاحیه رویداد تارگت در راستای پاسخ به نیاز مبرم فعالان اقتصادی اصفهان به نیروهای متخصص و کارآزموده در حوزه بازاریابی و فروش برگزار شد. در این رویداد که به همت مرکز شتاب دهنده بازاریابی و فروش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، چشمانداز مرکز شتاب دهنده بازاریابی و فروش، ایجاد زیست بومی کامروا برای حوزه‌های مختلف اقتصاد و کسب و کار عنوان شد. 6. سطح بندی تیم‌های پذیرش شده دور دوم مرکز شتاب دهنده صادرات اتاق بازرگانی اصفهان آغاز شد. در این جلسات تیم‌ها با توجه به کارگاه‌های تخصصی برگزار شده و بهره‌مندی از نظرات مشاورین و منتورهای مرکز، بوم کسب و کار صادراتی خود را ارائه نمودند. پس از سطح بندی، تیم‌های موفق شایسته دریافت خدمات شتابدهی شده و وارد فاز عملیاتی و مشتریابی خارجی می‌گردند. 7. ششمین جلسه میز تجارت عمان به صورت مجازی و با حضور آرزو جمالی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و همچنین تیم‌های شتاب دهنده صادرات و شرکت‌های فعال در حوزه مواد پتروشیمی و معدنی، سنگ و مصالح ساختمانی برگزار شد. 8. فصلنامه آماری استان اصفهان توسط اتاق بازرگانی اصفهان تهیه شد. لازم به ذکر است این فصلنامه شامل ویژگی‌های جمعیتی و نیروی کار استان، شاخص‌های کسب و کار، سرمایه‌گذاری، حساب‌های ملی، درآمدهای مالیاتی، آمارهای بانکی، مالی و بازرگانی خارجی استان اصفهان است. 9. وبینار دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل به همت کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی برگزار شد. 10. مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان به منظور انتخاب هیئت مدیره، بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار برگزار و پیرامون سایر موارد مرتبط با مجمع عمومی عادی بحث و تبادل نظر شد. با سپاس از همراهی شما و خداحافظ.